مردی از تبار سیستان و بلوچستان. کوچکترین فرزند خانواده با 16 سال و 6 ماه تقریبا نزدیک 17 ماه بود که وارد جنگ شد. کسی که برادر بزرگش برای او مشق جبهه کرده بود. شهید میرحسن هم فرهنگی بود و در جایگاه خودش هم واقعا آدم استثنایی بود از لحاظ فرهنگی که بین فرهنگیان خود منطقه که کار میکرد به عنوان متحری منطقه مطرح بود. او یکی از نیروهای خطشکن جبهه و جنگ بود. در اکثر عملیات ها حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده لشکر نظرشون این بود که بچه های زابل حتما به عنوان گردان های خطشکن باشن. هرچند خودش یک لشکر بود اما نامش با یک لشکر گره خورد. در لشکر 41 سال الله فرماندهی این لشکر بر عهده حاجی سلیمانی بود. ایشان از بین سه تا استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شهید حاج قاسم میر حسینی را به عنوان جانشین لشکر و فرماندهی عملیاتش انتخاب کرده بود. مشاور و امین حاج قاسم بود. محل استقرار شهید سلیمانی شاید نزدیک 500 متر با ما فاصله داشت. شب پنجم یا ششم عملیات بود که یک دفعه مواجه شدیم. ساعت‌های دو شب من بیدار بودم به جهت مأموریت خودم و امیر حسینی خواب بود. یه دفعه شهید سلیمانی با یک عواب جمعی خودش پرید داخل سنگر و اعلام کرد که میر حسینی بلند شد که عراق ما رو محاصره کرد از طریق خور عبدالله. خب این فاصله رو شهید سلیمانی با جمعی اومده بود، یعنی معلوم بود تو تدبیر نیاز داشت به مشاوره شهید میر حسینی. شهید میر حسینی بلند شد ما اومدیم بیرون روی سنگ خاکریز و گفت چیه؟ گفت عراقی ها از پشت دارن ما رو دور میزنن. از همونجا شهید میر حسینی با بیسیم شروع کرد با ارتباطاتی که توی خط داشت تذکرات لازم رو به اونها و توجه دادن. نیم ساعت ما همینجا واستادیم، یعنی شهید سلیمانی با تیم خودش و شهید میر حسینی ما اینها، و در نیم ساعت قصه حل شد. توسل به شهدا از جمله او در مرام سردار سلیمانی بود. در تمام عملیاتی که خودش نقل میکنه گیر میکنم، چه در عراق، چه در سوریه، چه در افغانستان، همه جاها گیر میکنم، اولین کسی رو که به یاری میطلبم شهید میر حسینیه. امروز شهادت مردی است که سردار سلیمانی چند روز مانده به شهادتش، میر قاسم میر حسینی در عملیات کربلای 5 به شهادت رسید. شهادت حاج قاسم های لشکر 41 سارالله آغازگر نسلی است که میتواند مرد میدان باشد، نسل حاج قاسم. رخشانی، خبرگزاری صدا و سیما، زابل.